یک شهروند 26 ساله تاجیکستان از رخت خواب برای خود بند ساخته با کمک اون از قبط سیم بازداشتگاه مهاجران در شهر نابرژنی چلنی جمهوری تاتارستان روسیه فرار کرده است. رنتوی خبر داد که این مهاجر تاجیک در بازداشتگاه واقع در کوچه میتالورسکایا در انتظار اخراجش از روسیه قرار داشت، ولی شب 5 آگوست سال 2022 او قلف پنجره تریزه‌اش را شکسته، با بندی از رخت خواب ساختهش از قبط سیم بنا به زمین فرامده و سپس از بالای دیوار سیمخورپیش گذشته به طرف شارع ولگا فرار کرده است. بنا به اطلاع رنت و ماه اپریل سال جاری به ضد این شهروند تاجیکستان با اتهام دعوت‌ها به تروریسم سفید و تبلیغ کردن تروریسم پرونده جنایتی گشوده بودند. او را می بایست از روسیه به تاجیکستان می فرستادند. این نخستین مورد فرار مهاجران تاجیک از بازداشتگاه های روسیه نیست. قبلا چندین مورد فرار زادگان تاجیکستان از بازداشتگاه ها و حتی از زندان های روسیه رخ داده است. از جمله روز 8 ینوار سال 2022 دادگاه نویه کیروف شهر پیتربورگ دو شهروند تاجیکستان و ازبکستان را که به ویران کردن قاعده های مهاجرت عیبدار می شدند بررسی کرده هر دو را جریمه بست و حکم اخراجشان از قلمرو روسیه را برآورد، ولی محکوم شدگان وقتی که پرستاوها آنها را بعد انجام مرافعه بیرون برآورده به ماشین سوار کردنی بودند فرار کردند. درباره سرنوشت بعدی آنها چیزی معلوم نیست. سال 2019 یک تاجیک بعد صدور حکم اخراجش از بنای دادگاه نویه مسکو شهر پیتربورگ فرار کرد. سال 2018 روزبک غفوروف نامزاده تاجیکستان سال تولدش 1980 از محبس مسکونی واقع در کامینسک ولایت سویرلوفسک فرار کرد. او را بعد دو روز در شهر اکاترینبورگ دستگیر کردند. شب 23 سپتامبر سال 2020 توسط نقبه که برای کندنش محبوسان قریب یک سال را صرف کرده بودند، شش محبوس از محبس رقم دو در شهر شمغل در کنار مخچکلا پایتخت جمهوری داغستان روسیه فرار کردند. دو نفر آنها زادگان تاجیکستان بودند. شمیل بایماتوف 29 ساله از سیاوان و محمد رسول ماشروپوف 30 ساله از دوشنبه آنها در روسیه برای قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند. روز 30 سپتامبر بعد یک هفته فرار همه این شش محبوس فراری در قلمرو جمهوری با داغستان همسایه قلمیخستان دستگیر شدند. گفته می شد که آنها قصد داشتند با کمک آن دو محبوس تاجیک از طریق مرز قزاقستان به تاجیکستان فرار کنند.